آخرین جزئیات از درگیری های دیشب طالبان با جبهه مقاومت، واکنش ها در این مورد. فعال شدن 80 طیاره و هلیکوپتر نظامی از کار افتاده از سوی طالبان. درماندگی طالبان در درگیری با جبهه مقاومت ملی. پیام تازه استاد سیاف، منتظر طلوع فجر باشید. و در پایان، تاریخ بازگشت مارشال دوستم به افغانستان مشخص شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از آماج، منابع میگویند که درگیری در منطقه آبدره پنچیر دیروز با بکارگیری از سلاح‌های سبک و سنگین میان طالبان و چریک های جبهه مقاومت آغاز شد. گروه طالبان در این باره تا کنون دیدگاهشان را بیان نکردند. گروه طالبان با نزدیک شدن فصل بهار از ترس شورش ها در برابر این گروه که بسیاری از مردم افغانستان خواهان نابود این گروه هستند، به چند ولایت فارسی زبان از آن میان پنچیر، بامیان و بدخشان نیروی تازه نفس فرستادند. قابل یادآوری است که دیروز هم درگیری های پراکنده میان نیروهای گروه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنچیر و گروه طالبان در این درگیری ها از 5 چرخبال که گفته می شود 3 فروند آن غیر نظامی بود کار گرفته است. این در حالی است که لطیف الله حکیمی، یک مقام نظامی طالبان، می گوید که 80 چرخبال و تعدادی از هواپیماهای نظامی را که آمریکایی ها قبل از خروج از کار انداخته بودند دوباره فعال کردند. به گفته او، نیروهای طالبان فعلا 10,000 سلاح سبک و سنگین و وسایل نظامی را در اختیار دارند. از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه در پیوند به 3 اوت 43 سال روز قیام مردم کابل در برابر ظلم و استبداد نوشته است که تاریخ ثابت کرده است که در برابر اراده مردم هیچ کسی توان ایستادن را ندارد. در اعلامی آمده است سرانجام ظلم محکوم به شکست است. جبهه مقاومت در این اعلامی افزوده است که کشور در دست گماشتگان بیگانگان افتاده و مردم با بیرحمی سرکوب می شوند. ما را به ایستادن در برابر ظلم و جهل فرا می خواند. معنوی می گوید نمایش چرخبال های ترانسپورتی در پنچیر ترس گروه طالبان را آشکارتر ساخت. بدانبال مانور دیروز از هوا و زمین از سوی گروه طالبان در پنچیر، فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در تویترش نوشته است این کار تجربه تازه نیست، تاریخ دارد، تکرار می شود. کوها و دره های ما با دود و بارود آشناست، حق پیروز است. معنوی به فرستادن سربازان از زمین و تانکرهای تیل از سوی طالبان به پنچیر و همچنان دیده شدن دست کم 5 چرخبال در فضای این ولایت واکنش نشان داده و افزوده نمایش چرخبال های ترانسپورتی در پنچیر و اندراب درماندگی و ترس طالب را آشکارتر ساخت. وزیر پیشین عدلیه افغانستان این سخنان را پس از خبرهای درباره ورود نیروهای تازه نفس گروه طالبان و پرواز چرخبال‌های گروه طالبان در پنچیر، این کارهای طالبان را به مسخره گرفته است. توجه کنید به خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مسئولان در شورای سالنگ میگویند پس از چاشت دیروز 30 تن در پی یک رویداد ترافیکی در ساحه چوگک این شورا زخم برداشتند. قاضی عبید، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، می گوید که این رویداد در نتیجه بی‌احتیاطی راننده رخ داده است و از زخمیان رویداد به درمانگاه انتقال داده شدند. یادآوری می کنیم که در بسیاری از روزهای زمستان شارای سالنگ به خاطر برفباری های شدید برای رفت آمد موترها بسته می شود. عبدالصمد حامد پویا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است عبدالرب رسول سیاف گفته است
منتظر طلوع فجر باشید. آیا استاد سیاف نیز وارد فاز جنگ از مبارزات ضد طالب خواهد شد؟ یا این حرف ها نتیجه بیرون شده از مذاکرات ترکیه خواهد بود؟ او همچنان نگاشته است. مارشال دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری و یکی از خطرناکترین فرماندهان ضد طالبان گفت که در اول عمل افغانستان می رود. آیا اینها دوباره برای یک نبرد خونین به امارت آمادگی می گیرند؟ آیا اینها می توانند یک محور متحد علیه گروه حاکم در کابل را تشکیل دهند؟ چند حرف تازه از فعالیت های مقاومت. 1. ارزیابی هایی که صورت گرفته آینده طالبان در پنجشیر بسیار وحشتناک پیش بینی شده است. 2. بخش بزرگ از ولایت پنجشیر برای جنگ بهاری از سکنه خالی شده است. 3. جبهه اندرابها به حیث عقبه راهبردی پنجشیر تعیین شده است. 4. پنجشیر به حیث عقبه استراتژیک کاپیسا و پروان تا خط ورودی به کابل تعیین و تنظیم شده است. برای اخبار تازه و دقیق با ما باشید. و در پایان، پس از آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن نیز روسیه را تحریم کردند. بدنبال تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اعزام نیرو به شرق اوکراین، پس از آمریکا اکنون استرالیا، کانادا و ژاپن نیز روسیه را تحریم کردند. کشورهای متحد آمریکا روز سه‌شنبه 22 فوریه با وضع تحریم‌ها علیه روسیه به جمع کشورهای پیوستند که پس از تصمیم پوتین درباره اوکراین دست به اقدام اقتصادی علیه روسیه زدند. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه طی فرمان مناطق جدایی طلب دونسک و لوانسک را به رسمیت شناخت و دستور داد تا نیروهای روسی در این مناطق جابجا شوند. و گزارش روزنامه دهیل استرالیا گفته است که ممنوعیت سفر اتباعی روسی و برخی از تعذیرات مالی شامل تحریم های استرالیا علیه روسیه است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته که تحریم های گسترده تر بر مناطق تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین اعمال خواهد شد. و افزوده است که انتظار دارد تحریم های بیشتری علیه شهروندان روسی که به دنبال سود بردن از حمله روسیه به اوکراین هستند اعلام شوند. جاستن ترودو نخست وزیر کانادا نیز در یک نشست خبری اقدامات روسیه در روز دوشنبه را نقض تعهدات روسیه بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد و خاطر نشان ساخت که حمله به اوکراین به عنوان تهاجم بر یک کشور مستقل غیر قابل قبول است. از سوی دیگر کانادا اعضای پارلمان روسیه را که به تصمیم پوتین برای اعزام نیرو به شرق اوکراین رای داده بودند و نیز دو بانک تحت حمایت روسیه را تحریم کرده است. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت که تحریم های این کشور علیه روسیه شامل ممنوعیت انتشار اوراق قرضه روسیه در ژاپن، مسدود کردن حساب های بانکی برخی از افراد روسی و محدود کردن سفر به این کشور است. پیش از این آلمان و بریتانیا نیز در واکنش به تصمیم پوتین برای حمله احتمالی به اوکراین تحریم های را علیه روسیه حذف کردند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهروز و سرفراز باشید.